گزارشی در ارتباط با کتاب و نشریات این بار به مدد و همت عطا آیتی یکی از مدیران انتشارات اغمتان و همینطور فعال در همین حیطه نشریه تازه‌ای رو این بار فقط به ایران اختصاص دادن که البته مؤسسه انتشاراتی غیونو صاحب اون هست. جزئیات بیشتر رو در گزارش خواهید دید. سالی یک بار در پاریس جزو 1001 ابتکار فرهنگی هنری تمام مؤسسات انتشاراتی مجلات ادبی در یک جا جمع می شوند و این شماره و همکاران آقای عطا آیتی هم جمع شده بودند که خود شما خواهید دید. آقای ژیل کرامر مدیر انتشارات ریونوو ابتکار اختصاص دادن یک شماره از نشریهشان را به ایران در دست دارند و در سالونی که هر سال یک نوبت در این مکان فراهم است همه دست‌اندرکاران گرد هم جمع می شوند. دیدار و گفتگوهای بسیار غنی که البته تماماً به زبان فرانسه انجام می گیرد و صاحبان نشریه مجلات و انتشارات بر همین پایه فعالیت حضور دارند. تا لحظاتی دیگر با آقای عطا آیتی که خود او مسئول انتشارات اغمتان است گفتگویی داریم که ابتکار سردبیری و جمع‌آوری این شماره ویژه را به عهده داشته است و گفته‌های او روشن کننده تمام نکاتی است که در این گزارش خواهید دید. به آقای عطا آیتی گفتم ما امروز اینجا کجا هستیم و چه می‌بینیم؟ ما امروز در سالن مجله و نشریات فرانسه هستیم در پاریس چهارم و اینجا گرد اومدیم برای یه شماره از مجله انتشارات غیونوو. یه مجله‌ای است که به اختصاص داده میشد به کشورهای زبان فرانسه و من چون اونجا کار میکردم از مدیر ایشون خواهش کردم اگر امکان داره یه شمارش اختصاص بدیم به ادبیات و شعر در ایران. ایشون فرمودن که خب کشور شما فرانکوفونی یعنی زبان فرانسه چنان توسعه نداره. با این حال قبول کردم و تعدادی 24 تا از هموطنان و محققین ایرانیمون جمع شدیم و در مورد شعر و ادبیات ایران در این 40 سال، یعنی هدف از این بود که ببینیم بعد از این 40 سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران آیا ادبیات و شعر ایران چیکار کرده، به کجا رسیده، آیا زیر خفقان مونده است یا تونسته به کار خودش ادامه بده. و این در این شماره هموطنان جمع شدیم و چیکار که حتی فرانسویان و نشون دادیم که ادبیات ایران و شعرش علی رغم تمام فشارها، تمام تحریم‌ها، تمام اون چهره‌ای که از ایران نشون میدن یه چهره سیاسی، ولی شعر و ادبیات ایران جایگاه خودش رو داره و داره به کار خودش ادامه میده و این یکی از ویژگی‌های فرهنگ ایران است. اون چیزی رو که برعکس دیدیم رضا افشار نادری در مقالش نشون داده بود که در فرانسه برعکسش شده است، مثلا شعر ادبیات جایگاه ویژه‌ای نداره چنانی در بین مردم. آقای آیتی، آیا توقع زیادیه که از شما خواهش بکنیم که چکیده یا این نشریه رو به فارسی هم در ایران برای علاقمندان منتشر کنیم؟ حدوداً 24 تا مقاله در این مجله هست، در این نشریه هست. 24 تا مقاله از حافظ شروع میشه و به شاملو ختم میشه. خب شعر نو توش هست، از هنر ایران هست، از جنگ هست، حتی یه مقاله از کاوه کاظمی هست در مورد اولین عکسی که از جنگ هست و عکسی رو که اولین عکسی که اومده در خارج از کشور و به عنوان اولین عکس اون چیز شده. یکی از ویژگی‌های دیگه یکی از این مقالات هست که چیز مربوط میشه به سال‌های 1931 و یه بخش از بایگانی بوده و در اون شب نوروز هست و نشون داده شده است که مثلا در اون شب می‌بینیم پدر روبرت حسین تکنوازی میکنه در اون و شعر حافظ رو میخونه. خب این هست. از نقاشان برجسته رو مثلا آقای سفاری رو معرفی کردیم که چطور شده هست. در مورد ادبیات به اصطلاح ساتریک ایران، فکاهی ایران صحبت شده، شعر نو ایران، تمام ویژگی های ادبیات و شعر ایران رو ما در نظر گرفتیم و حتی مثلا در مورد هنر در جنگ
این یکی از ویژگی‌هایی که خیلی به ندرت در فرانسه چطور شده تا حالا و شاید هم اولین باری باشد که بتونیم بگویم یه مجله یا یه نشریه چنان به طور گسترده به شعر و ادب فارسی پرداخته شده. Chaque année, on arrive à se placer et généralement à des heures assez sympathiques. Et donc, Rive-Neuve, donc la maison d'édition. اما در کنار آنچه دیدید و یا شنیدید، نکته جالب و ابتکار پیشبینی سالونی بود تا که دست‌اندرکاران ایرانی در این شماره یک معرفی و کنفرانس کوتاهی را ارائه داده باشند. آقای ژیل کرامر که مدیر اصلی انتشارات و نشر دهنده این شماره است، در ابتدا می‌گوید انتشارات ریبنوف که نشریه قاره ریبنوف را منتشر می‌کند، تولدش در سال 2001 در شهر مارسی بود. دفتر ما روبروی شهرداری و در محله‌ای به همین نام. یکی از مبتکران مؤسسه انتشاراتی که فعالیت اقتصادی و در عین حال ادبی داشت، از انتشارات گالیمار می‌آمد و مایل بود نوشتار و ادبیات شمال را کار کند و همکارش عاقبت با یک فرانسیس از اتیوپی ازدواج کرد و رفت و در نتیجه خلل کاری فراهم شد. دفتر انتشاراتی به اجبار به پاریس منتقل شد. انتشارات سالانه 40 کتاب منتشر می کند و همینطور سالانه این نشریه در دو نوبت منتشر می شود. بعد از آن که آقای عطا آیتی حاضران و همکارانش را معرفی می کند، به دلیل محدودیت وقت و تمایل همکارانش چند نفری را در پای میکروفون مشاهده می کنیم. اولین سخنران آقای ایرج صحبایی است. او میگوید 50 سال پیش بود که به فرانسه آمدم. در چمدانم اشعار خیام و نوشته های صادق هدایت. آقای صحبایی که رهبر ارکستر و در استراسبورگ فعال است میگوید چگونه دیده است که آهنگسازان به رباعیات خیام جذب شدند. او میگوید در مقاله‌ام نوشتم چگونه دلیل اصلی آن پس از 9 قرن وجودمان، زندگیمان و مرگمان را در این اشعار می‌بینیم. خیام یک ستاره شناس و ریاضیدان بود که جهان هستی را نگاه می‌کرد. سخنران بعدی خانم منیره کیانبش کشاورزی است. مقاله ایشان به نشریات انتقادی در ایران پرداخته است، کاری تحقیقاتی و آگاهی دهنده. ایشان فضای گذشته و حال، مردم، سانسور، دین باوری و در عین حال نحوه و مرز انتقاد نویسی را توضیح می‌دهد و اینکه انتقادها بسیار ساده و قبل از آنکه نوشتاری باشد از طریق کاریکاتور بیان می‌شده است، از آنجا که برای بی‌سوادان تصویر آسان‌تر و بیان کننده‌تر بود تا که به جای سخنرانی‌های طولانی کاریکاتور بلافاصله گویایی خود را منتقل می کرده است. پاتریک نوایی شاعر و نویسنده سخنران بعدی که از مطالب چاپ شده اش سخن می گوید و او که از کودکی به فرانسه آمده، با آنکه فارسی را هنوز به یاد دارد اشعارش به زبان فرانسه است و از آنجا که کار ترجمه به دفعات دشوارتر از ترجمه متن است، لذت شنیدن شعر کوتاهی را به زبان فرانسه بپذیرید. او که آشنایی پدر و مادر خود را به طرز زیبا و هوشمندانه به شعر درآورده است. Père, raconte-moi encore et encore comment jeune homme venu d'Iran, tu as délivré au beau milieu d'une clairière de la forêt de Fontainebleau des crocs d'un loup féroce, le corps laiteux d'une jeune fille qui allait devenir ma mère. Aujourd'hui, donc presque 40 ans après la chute de la dernière monarchie iranienne, on est passé d'un système politique et culturel à un autre. Reza Afshar Naderi, آشنا به ادبیات کلاسیک و نوع فارسی، به خصوص شعر، او نیز از نوشته‌های خود می‌گوید. امروز 40 سال پس از سقوط آخرین دودمان سلطنتی، نحوه نگاه و ارزش ادبیات به گونه و افقی دیگر مطرح می‌شود. اینکه جمهوری بخواهد مدرن باشد و از آن سو مذهبی. در پایان بامشاد پوروالی آگاه به سینما
که روایت وجود و نحوه پیشرفت و مسیر این هنر را تا به امروز در ایران توضیح می‌دهد. او میگوید از دهه 90 بود که ایران از طریق سینما به غرب خصوصا به فرانسه آمد. بخشی به روایت شعرگونه مانند آثار کیارستمی، اینک سینماگران حرف کا به زبان لاتین یعنی خ به زبان فارسی در دوره خمینی به دنیا آمدند، در دوره خامنه‌ای بزرگ شدند و در دوره خاتمی آموزش دیدند و او فیلم های اصغر فرهادی به خصوص در باله علی را مبدأ موضوعاتی می داند که در مقاله آورده است. علاقمندان به این شماره نشریه می توانند به این نشانی انتشاراتی مراجعه کنند و اگر بخواهند یک نسخه از آن را در کتابخانه خود داشته باشند.